خب در این تسمین برای ما چه چیزی مطرح شده اینجا اومده سرچشمه حرکت به سمت رشد و کمال چیست و گام بعدی حرکت برای کسب مدارج معنوی است چگونه میسر خواهد شد بحثی که از قسمت اول تکید کرده سرچشمه ببینید بچه ها سرچشمه حرکت به سمت رشد و کمال چیست ما قطعا میدونیم و با سمون تکید شده که نقطه آغاز تو ابعاد فطری اندیشه و تفکر و ایمان و عمل صالح اینا مکمل هم دیگر توی در واقع حسن فاعلی و حسن فعلی بخشی که اینجا هست سرچشمه حرکت به رشد و کمال که همون قرب الهیه نقطه شروع اندیشه و تفکره پس ما گزینه سه و گزینه چهار برامون میمونه گزینه یک و دو حذف میشه میگه و گام بعدی ها... که حرکت برای کسب مدارج معنوی است چگونه میسر میشه یعنی برای حرکت به سوی کسب مدارج معنوی ما باید چیکار کنیم خب ابتدا اومده این بحث دو تا آیه رو ما داریم یه آیه اومده در زمینه ایمان به خداوند تاکید کرده و آمن آمنو به لا و اتسمو بهی چه قطعا در واقع بعد از در واقع اندیشه و تفکر کردن ایمان به خدا آوردن و در استمداد از خداوند مطرحه که گزینه سه برامون درست میشه اینجا اصلا نگاه میکنیم این در واقع آیه با اندیشه و تفکر اصلا سنخیت و همراهی نداره چرا میگه تا من از زنب این اصلا بحث بحث توبه است که میگه کسی که حدیثه اصلا بحث آیه نیست که کسی که توبه میکنه از گناه اینگاه اصلا گناه نکرده این حدیث پیامبره پس اصلا اینجا تو بحث مدارج معنوی ابتدا اندیشه و تفکر رو داریم و در ادامه ایمان میتونه بیاد به ما کمک کنه و بتونیم ازش کمک بگیریم برای چسب مدارج معنوی و رسیدن به قرب الهی